سلام بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز تو این ویدیو ما میخوایم به فریستایل جدید پوتک و فریستایل شایر ریاکشن بریم. فریستایل جدید پوتک روی بیتای ارسالیه که مخاطبینش براش فرستادن و فکر کنم کسایی که انتخاب میکنه، یعنی برنده ها، به صورت رایگان میرن توی کلاس های کچی بیتس. و فریستایل شایی هم که روی اینستاگرامش گذاشت دیروز اگه اشتباه نکنم، سریع بریم و بیایم ببینیم که پوتک و شایی چیکار کردن. اول از همه اگه کانال سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید و یک کامنت انگلیسی هم بذارید حسابتون نپره. نکته دوم که هشتگ راستگاد فراموش نکنید، هر جا توی فضای مجازی فعال هستید هشتگ راستگاد رو بزنید تا خانواده هم بزرگتر بشه. این پایین هم همه فضای مجازیمون هست، اگه فالو نکردید حتما فالو بکنید. اما همونطور که بهتون گفتم بچه، این فریستایل پوتک روی بیتای ارسالی مخاطبینشه که به نظرم کار خیلی باحالی هم انجام داده. هم کسی که بیت زده کلی حال میکنه، هم خود پوتک فریستایلی میره که مایی که فنشین بعد از مدت ها صداشو بشنویم. فکر کنم آخرین ترکی که داد همون بوشیدو بود با کچی بیتس و قبلش هم که آلبوم پیامبرش رو داد، میدونم که داره روی آلبوم کار میکنه و به شدت منتظرم که اون آلبوم بیاد بیرون. اما بریم سر وقت ویدیو به ترتیب حروف الفا هم اگه بخوایم بریم، اول با پوتک شروع کنیم. پوریا پوتک، برو بریم ببینیم چیکار کرده دیگه. ما همون رپمون رو بخونیم کافیه. بریم ببینیم چه بیتی زده و این سلطون چه کرده. لتس گو. بیتم ارفان بیت زده. باحال بیت، پس شروعش دارم. جلوم صف پودر و کف سه تا لاینه. مثلا اینا رو بداهه به نظرتون خونده بچه‌ها یا اینکه قبلا نوشته بعد اجرا کرده؟ جلوم صف پودر و کف سه تا لاینه، برعکسش کن وقتی جلوت سه تا ناینه. نه برعکس کن، نه انگلیسی میشه 6 دیگه، 666 هم که نماد شیطانه. وقتی جلوت سه تا ناینه، 666 پوریا پوسک هایپ، نمیخوره بهم تایپت، خیلی سیکرت و پرایویت. نه خدایی، اگه بداهه گفت که دهنی سرویس خیلی خفن بود، ولی اگه هم نوشته بود بازم باحال نوشته بود. خدا کنه ملو بیتش هم خوب بود، بیتش تغییر کنه. آره ملودیش هم عوض شد. عالیه بیت. دیگه تو بدنم جونی نی الان، ولی انقدر خدایی فکر کنم بداهه داره میگه، چون خیلی یهویی یه دفعه شروع میکنه به خوندن. دیگه تو بدنم جونی نی الان، ولی انقدر دوستت دارم میام خون میدم برات. همه دوست پسر قبلی و یعنی الان خیلی فل بداهه میبینی روبیتم برات. یه فل بداهه، واه این تیکش دیگه بومبه. ای برای فار خدایی بیت خیلی قشنگ زدی ارفان. البته یه چیزی رو یادمون نره، این اولین بیته و هنوز کلی بیت دیگه مونده که قراره با هم گوش بدیم. درسته من ازش تعریف میکنم، ولی شاید برنده کسی دیگه باشه و شاید هم برنده خودش باشه، ولی من باید همه رو با دقت گوش بدم و آخر ویدیو برنده رو اعلام میکنم. بریم سمت بیت شماره این چهاره. ببخش دو ترکونا اسمش علی ماو. میاو چه اسمایی میذارن. میکنه بدود منو ترویجم، منی که سکان بگیرم میگیره سرگیجم. دودی نباشه اون ترجیحن، چون واسه گل پولی نمونده من تجیبم. میدونی بیب با اینکه دوست دارم من خود هنیشه و... تغییر فلو هم کرد آجی، اینو من مطمئنم این یکی رو حداقل نوشته قبلا. مگه میشه تغییر فلو بری رو بیت جدید؟ مونده من تجیبم. میدونی بیب با اینکه دوست دارم من خب همیشه، ولی وقتی خرجت بره بالاتر نمیتونم بمونم دیگه من پیشت، چون واسم یکی مثل تو کمه. این چیزا جز اخلاقای روکمه، دودای حلقه این مال پوکمه، میدونی عشق دوم من کوکمه. کوکم خیلی خوب بود. میگم اگه بداهه داره میگه خیلی کارش درست. من اینجا بیتو دوست ندارم آخه، رید تو مودم، ولی اولش خیلی خوب بود. شاید بد سلیقه منم. منم اون تیکه کورسش رو زیاد حال نکردم. بزنیم اقعا بیکم مومه من کوکمه و... من اینجا بیتو دوست ندارم، رید تو مودم. اولش خیلی قشنگ شروع شد. کوکب خدافزی کن، دست داری خدافز. بریم سمت بیت شماره 3.
دارک، موزیک کمی دارک بود. آره می‌خواستم بگم یاد فیلمای مثلا غمگین منم میندازه، ساوند ترک فیلمای غمگین. چشامو کری به راحتی خیس، خوشت میومد از ندیدنم، قلبم از جنس کاغذی نیست، میشه یه بار بهم نگی نرم، دلم تنگ میشه راه حلی نیست، شما صد آدم غریب منم، کوتک اون مرد پاپتی نیست که دستبندشو روی زری زدن، کلید نیست دیوارو صدرو پریدم، شمشیرو نمیشه و سرو سپرو دریدم. خدای اگه بدایه بتونه تکنیکی بخونه اینطوری دیگه واقعا رپر کامله. نمیدونم چی بگم، دستو روی زری زدن، کلید نیست دیوارو صدرو پریدم، شمشیرو نمیشه و سرو سپرو دریدم، لاد نشه واسه من که روحم مرده. این تن نصفش چند تا آمبولانس، یعنی من الان 5 دقیقه این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، 6 تا آمبولانس سرعت شده. اینا آمبولانس، ماشین پلیسه، من نمیدونم داستان چیه اینجا. صدرو پریدم، شمشیرو نمیشه و سرو سپرو دریدم، لات نشه واسه من که روحم مرده. این تن نصف شیره و نصفش گرگه. آه لاتیه، خیلی خوبه ترکیب شیر و گرگ دیگه، میشه روش لاتی دار که غمگین خون. ای ولی می آفل دارا دو دم دادا دم، میگیره دلم وقتی میاد چنگه، میریزه سنگ. ببخش بچه چرت و پرت، میگیره دلم وقتی چنگ، میگیره سنگ. گو چه سوزم ده فلا برم. دارا دا دارا دا دارا دا دا، عالی عالی ایمی. بیت خیلی خوب بود، خیلی من عاشق بیت های ساده هم، کلا بیت های ساده الان بیت های مدرن ساده است دیگه. اگه بیت های هیپ هاپ آمریکا هم گوش بدید، قشنگ ساده و میره دو سه تا ملودی گوزو زیرش میاد، تموش شد رپ به خود. ملودی گوزو خدا بیت همینه. خلاقیتی که باید روش به کار ببرید، ملودی های خاص تری تولید کنید که دیگه. خلاقیت روی بیت باید روی ملودی ها باشه و زیادم تغییر ملودی یا نمیدونم تغییر فرکانس بیت نداشته باشه. بیت همینه. خلاقیتی که باید روش به کار ببرید، ملودی های خاص تری تولید کنید که دیگه همش شبیه هم نباشه. بریم سمت بیت شماره 4. خب گایز، بریم سمت بیت شماره 4، کاری از اوستا. ببینیم چه کاری داشت اوستا بود. لتس گو. برو بریم. اوستا چه اسمش؟ وای این چه دارکیه. نوشته متاسفانه بعد از آپلود ویدیو فهمیدم این بیت اسکی است و به خاطر همین هر چند لحظه آهنگ قطع میشه. خب میخوایم بچه ما اینو اسکیپ میکنیم. اینم اسکیه پشمام. 4 تا بیت بوده، 2 تاش اسکی بوده تا حالا. کاملا واردم. بابا وایس اینو داره میخونه. واضحه کاملا واردم، به کارمو میبینی نابفهم، نمیخوام یه روزی وا بدم و منو ببینی برم. اونی که لاتی میکوبه خب کو همیشه بازی میکنم رو رو. یه دومین نفریه که قافیهاش بود او کو رو اما رو رو. یه دومین نفریه که میرینه تو حالمون. عزیز دلم این کراس بود چی بود؟ رید این تیکشو، خیلی بیت قشنگ بود. حاجی گناه داره اینطوری حرف نزن. نظر شخصی ما، شاید الان بعضی ها بگم بابا زر نزن، خوب بود. باش او زر نمیزنم، خوب بود. خب بچه خنده هاش خدا سلوه. یه اینم بابا همه اینا که اسکی بوده، من نمیفهم. فکر کنم دیگه بچه رو بیت نخونده، الان میزنم جلو انگار همونا بود فقط. چه لشیه. آره بچه ها فکر کنم فقط 3-4 تا اول روشون خونده بود، ولی خیلی باحال بود واقعا، خوشم اومد. میگم بچه ها اگه واقعا اومده بداهه اینطوری رپ کرده خیلی کارش خفنه. کلا پوتک معروفه به فری استایل کردن، ولی این دیگه خدایی بیای تغییر فلو داشته باشی، تکنیکی بخونی، بداهه واقعا یه هنری میخواد که همه ندارن. اما بریم سخت شایه. شایه اومد فری استایل گذاشت رو اینستاگرامش دیروز، راستگادی واسن فرستادن، بریم ببینیم چیکار کرد شایه. فری استایلش 37 ثانیه بیشتر نیست، بریم ببینیم چیکار کردی. برو بریم. ویدیو مجبورم بگیرم که بیتو گوش بدی، میخوام ریتمشو بگیری. نوته اومد حفظ سیستمش. چرا ویدیو میگیری؟ خیلی خوب برای فری استایل، خیلی خوبه. ای آورم بعید میدونم ببینم بعد چلو معدمو گرو دادم بر تلو معدمو گرو دادم بر تلو بر تلو. آهنگ تلو رو داره میگه فکر کنم به خاطر اینکه کلن کانسپت تلو این بود که کلی عرق خورده بود دیگه، بعد میگه معدمو گرو دادم برای تلو، یعنی اینقدر الکل خوردم که بتونم تلو رو بنویسم فکر کنم ازش اینه. بعد چلو معدمو گرو دادم برای تلو. ولی چه آهنگ خوبی هم بود تلو، خدای جز 3 تا آهنگ برتر شایع برا من. ستالار یا واش صف جلو عشق سیر زمینی های هر دلو تشکیدی عدب یا بلد شلو بابام شیف باش صد بکر دلو برای ما سوخ داشت نوشابه بقل چلو تلویزیون یه برای ما عشق داشت نوشابه بقل چلو برای ما سوخ داشت نوشابه بقل زوغ داشت چلو تلویزیون
واقعا هم چه ذوقی داشت برام. زیون کلوب خاکسر یه رو اقدامو دوست دارم، چون کونه گشادم و تنگ کرد برد سندلی اوتوبوس کار همین بود. ای کاش طولانی تر بود. نیگه اقدامو دوست دارم چون کونه گشادمو تنگ کرد. واقعا حرف به جایی زد. اگه اقدما نداشتیم واقعا شاید خیلی تنبل تر از چیزی بودیم که الان هستیم. ولی خیلی ممنون که این ویدیو رو پیشنهاد کردید. من که خیلی حال کردم، مخصوصا با فریستایل پوتک. امیدوارم که از این فریستایل بیشتر بده، چون میگم الان یکم کم کاره و دلیلش هم اینه که داره روی آلبومش کار میکنه. اگه هر از چنگا یه فریستایل بده به نظرم خیلی کار باحالیه. حرف دیگه ندارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. فعلا. کی خوب خودشه، کی برای خودش و خدای خودش زندگی میکنه، کی قبول داره اینکه تو دنیا هیچ کس نیست غم و اندوه نداشته باشه. نداریم شکلش فرق میکنه. Shut up.